بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی الرضا قربان امام رضا علیه السلام بشیم که این برنامه به نام امام رضا علیه السلام خدمتتان تقدیم میشه سلام خدمت آقای نازنین بقیت الله الاعظم روحی له الفدا و سلام ویژه خدمت شما عزیزان یکایک نازنینانی که من مهمان خانه های شما هستم و محبت کردین حقیر به عنوان مهمان به خانه خودتان دعوت کردین برنامه ای که خدمتتون تقدیم میشه در مورد امام رضا علیه سلام هست ویژگی های امام رضا علیه صلات سلام کرامت های امام رضا امام رضا رو باید بشناسیم ولی نعمت خود ما را بشناسیم بدانیم که چه امامی بر سر سفره چه امام و کدام امام نازنین نشستیم خیلی زیباست خیلی زیباست مستقیما برم سر اصل مطلب ببینید امام رضا علیه السلام یک حدیث خیلی زیبا دارن خیلی زیبا جوان نازنین اگه ما و تو نسبت به این احادیث دل بدیم باور کنین زندگی ما و شما موفق میشه در زندگی ما و شما هیچ چیزی نمیلنگه چرا چون به معدن الرحمه و خزان العلم و منتها الحلم و اصول الكرم و قاده الامم و اولیاء النعم و عناصر الابرار دست انداختیم معدن رحمت هستن معدن علم هستند معدن سخا هستن امام امام رؤوف اوج انس و محبت و مهربانی در قلب امام هست اگر ما بیایم در قلب امام جا گرفتم تمامه کارم درسته چرا؟ چون امام خلیفت الله هست نسبت به خداوند سبحان امام خلیفت الله هست وقتی در قلب امام جا گرفتم همه چیز ردیف میشه همه چیز بر وفق مراد میشه بریم سراغ حدیث گرانسنگ و نازنین از امام رضا علیه السلام چقدر زیبا فرمود امام فرمود رحم الله عبدا احیا امرنا خدا رحمت کند بنده ای که امر ما دستور ما کار ما را احیا بکنه زنده بکنه یعنی چی یعنی ما داریم زنده کردن من کجا کار امام کجا امر امام کجا بله مسلمه من بنده خدا هستم برای ما خداوند برنامه چیده مگه میشود شود ما در این زندگی وارد بشم خدایی که حکیم هست خدایی که رحیم هست خدایی که مدبر و کارها را مدیریت میکنه مگه میشه مگه میشه بی برنامه و بدون کس و کار مرا رها بکنه نه خیر هرگز اینجوری نیست پس ما وظیفه دارم نسبت به امام خودم حالا امام روی ما حساب باز کرده من میشم سرباز حضرت فمود رحم الله عبدا احیا امرنا خدا رحمت کند انسانی را که امر ما کار ما را احیا بکند راوی میگه فقلت له عرض کردم خدمت امام فکیف یحیی امرکم قربانت بشم چطور من میتونم نسبت به شما امام نازنین همه کار این دنیا کارتونه امر شما را دستور شما را احیا بکنم چطور میشه قال یتعلم علومنا یتعلم علومنا علوم ما اهل بیت علیه الصلاه و سلام و یاد بگیره و یعلمها الناس به بقیه یاد بده آی نازنینی که از تمام دنیا شاید از کشورهای مختلف داری برامر میبینی فرقی نمیکنه امام شاهد و ناظر اعمال موتو هست اشهد انک تسمع کلامی و ترد و سلامی و انک حی عند ربک مرزوق میشنوی میبینی کار مره کلام مره میشنوی اصلا سلام مره علیک میگی پس چقدر زیباست که این امام در محضر این امام هستیم حالا که در محضر امام بودیم فرمود فان الناس لو علموا محاسن کلامنا لتبعونا ای مردم اگر ما برویم سمت اهل بیت اگر راه به کاردان خودش بسپاریم کسی که کاربلد هست گفت نازنینانند در عالم بسی واقفند از کار و بار هر کسی همه چیزا رو میدونن اگه کار را به کاردان سپردم لو علموا محاسنه کلامنا لتبعونا چقدر زیبا از این دیگه میخوای چیکار بکنه امام بر ما راه مشخص دفترچه راهنما که کتاب هدایت باشه مشخص فمود اگر زیبایی کلام ما را بشنون قطعا لتبعونا به سمت ما میاین تبعیت میکنن از اوامر ما از دستورات ما پس چقدر زیباست جوان برادر خواهر شمایی که در پای تلویزیون خود نشستن و این برنامه را دارن سیل میکنن مشاهده میکنن برنامه ای که وصل به امام رضاست نگو ما در جای جای دنیا هستم هر جا باشی امام میشنود کلام تو را اشهدو انکه تسمع کلامی و ترد سلامی جواب سلام برم مدی امریکا باشی کانادا باشی اروپا باشی افغانستان باشی کل دنیا هر جا باشی از طریق ماهواره از طریق تلویزیون از طریق اینترنت از هر طریقی این رو میبینی وصل کن سیمتا به امام رضا علیه سلام. ببینم چقدر زیباس کلام حضرت اگر کلام حضرت را سر لوحه زندگی خودم قرار دادم موفق میشم خب الحمدلله و روزی ما شد در این جلسه در این برنامه خوب به نام امام رئوف امام مهربانی ها که ولادت شب خدمت چون خدمت شما تبریک ارز میکنم انشالله قطعا بنده و کسانی که دارن زحمت میکشن دعا میفرمایید انشالله قطعا دعا میکنید در این برنامه تلاش میشه که معارف اهل بیت معارف امام رضا علیه السلام به صورت روان به صورت ساده به صورت به قول عرب ها یک اصطلاحی دارن میگن راحت الحلقوم در حلقوم مبارک شما این کلام جا بگیره وقتی در حلقوم و زبان مبارک شما جا گرفت در قلب شما هم جا میگیره وقتی در قلب ما و شما جا گرفت کلام اهل بیت امام رضا دستور دادن فهمود اگر کلام ما در قلب شما جا بگیرد به سمت ما خواهید آمد بخواهی نخواهی ان الله جمیل و یحب الجمال خدا زیبایی را دوست داره خودش زیباست ما هم کلام زیبا بزنیم کلام زیبا بشنویم کلام زیبا سخن بگویم و بنویسم در قلب ما جا میگیره وقتی جا گرفت به سمت امام خواهیم رفت وقتی هم به سمت امام برویم دیگه زندگی ما مشکلات نداره حتی اگر فقر سراغ ما آمد حتی اگر فقر آمد بهترین ها را داریم معدن الرحمه داریم در زیارت بیان شده خزان العلم، گنجیناه علم هست الحمدلله نه امروز روزی ما شد که خدمت شما عزیزان، سروران نازنین کسانی که در جای جای عالم این برنامه را سیل میکنن قطعاً مورد استفاده شما خواهد بود چرا؟ چون کلام اهل بیت کلام نور هست الحمدلله والمنه روزی ما امروز این کلام نازنین از وجود نازنین و با کرامت امام رضا علیه السلام در ایام ولادت امام رضا علیه السلام تقدیم حضورتان شد انشاءالله که در برنامه های بعدی توفیق داشته باشم خدمت شما عزیزان و سروران باشم التماس دا حقیر از دای خیرتان فراموش نفرمایید خدا نگهدارتون موفق باشید